سلام به همگی، خیلی مخلصم. امیدوارم هر جا که هستین خوب و شاد و سرحال باشین. اینو میدونم که شرایط برای هر کسی به نوعی سخته، اما ما اینجاییم که تو سختی ها سرافراز باشیم. سرپاسیم سرافراز، موتر سرافراز، تغییرات نسل ماست. اوجی آلبوم جدید تو را داریم، نمیخوام در موردش اطلاعات زیادی بدم، فقط میخوام در این حد بگم که تمام فضاهای متفاوت رو توی این آلبوم امتحان کردیم و توی اون چیزایی که توانایی بیشتری داشتیم و حس کردیم که توش میتونیم بهتر عمل کرد نشون بدیم، موزیک ساختیم، نوشتیم و در نتیجه چیزی ساختیم که قرار شما رو سورپرایز کنه. منتظر باشین، با کاور ترک لیست اعلام میشه. امروز که اینجا هستیم، قصدمون از این حضور یک آموزش اینه که من تجربیات شخصی خودم رو نسبت به جریان نوشتن و فلو ساختن و این جریان بدم. ببینید، رپ چیزی نیست که آموزشی باشه. شاید یه نفر مثلا بتونه به شما یک سری فرهنگ رو یاد بده، یه سری از قلقا رو یاد بده، ولی هر کسی روش خودشو داره. واسه همین یه آموزش واحد و مشخصی نداره رپ که بگن هر کسی میخواد رپر بشه باعث مثلا این کارا رو بکنه تا رپر خوبی بشه. هر کسی میتونه تجربه‌ای داشته باشه. اینو اول از همه گفتم که رپ کنای دیگه که خودشون صاحب تجربه هستن یه بار این پادکست من رو جسارتی نبینن که من اومدم یه چیز کلی از همه یه جریان بگم. یه سری شناخت با توجه به شناختی که خودم دارم. واسه همین ممنونم از درکتون. مطمئنن اگه بچه ها هم این عشق رو داشته باشن، این معرفت رو داشته باشن که دانششون رو با بقیه شیر بکنن، به نظر من بزرگ منشی خودشون رو نشون دادن. اصلا خارج از این که آدم بخواد بچه‌ای متولد کنه یا خارج از این که آدم هر کار مهمی بخواد برای ادامه نسلش انجام بده، دانش چیزیه که ابدیه. واسه همین این مهمه که آدم در راستای چیزی که علاقمند هست تواناییش رو گسترش بده، عشق بدن به هم، انگیزه بدن به هم و توی اون چیزی که قدرتمند هستن رو به روش باشن. پس ما اینجاییم که همین کارو بکنیم. اگه شما خودتون علاقمند هستید و مستعد هستید، این فایل میتونه برای شما کاربرد داشته باشه. از بچگی به ما یاد میدادن که انشا بنویسیم تا بتونیم یه موضوعی رو کامل طراحی کنیم. ببینیم اصلا چقدر تصویر سازی مقویه، چقدر تخیل مقویه، چقدر وصل و پینه داستانی ما درسته، چقدر عمق گرایی در نقش ها وجود داره. اینها خیلی مهمه دوستان. بنده نقش خودم رو میکشم، چرا که اون چیزی که احساسی و احساساتی تجربهش کردم تبدیل به شعر من شده. گاهی اوقات هم که ناپخته بودیم شعرمون حالت نفسانی گرفته، اصلا میشه گفت اون شعر اصلا باطله و تاریخ قضاوتش خواهد کرد. خودم زودتر از این که بخواد اون تاریخ قضاوتش کنه قضاوتش میکنم و میگم که من اصلا یه سری کارا رو دارم که به هیچ عنوان کامل نیستن. البته هنوزم کامل نیستن و هیچ وقت کامل نمیشن، ولی من میتونم در نوع خودم کامل باشم. پس جریان تصویرسازی و احساس دادن به اون چیزی که نقش اصلی ما توی این زندگی هست و ما با چالشاش و چلنجاش روبرو هستیم یه بخش داستانه. اینکه قوه تخیل شما، قوه رویای شما به چه شکلی کار میکنه، این خیلی مهمه دوستان. کار کرده این تخیل برای من در راستای خیر و در راستای سازندگی و در راستای چیزایی که قلبن دوست دارم بهش برسم خیلی مهمه. حالا امکان داره قوه تخیل شما نسبت به نفسانیت شما بیشتر
روش داشته باشه، چون میگن اون چیزی که اصلا تجسم کنی همون برات اتفاق میفته دیگه. باید سعی کنید قوه تخیلتون رو رو به چیزای بهتری روش بدین، چون اون چیزی که تو ذهنتون باشه هی تصویرش رو بسازین، هی ازش صحبت کنین و هی بنویسینش، در نهایت برای شما اتفاق میفته. پس اون انرژی که از خودتون میدین بیرون خیلی مهمه. حالا این حرفای بحث خیلی مهمی رو باز میکنه، اونم در مورد اینه که شخصیت سازی باید باشه. یعنی شما باعث یک شخصیت با عقاید محکم و درست و آگاه و سالم و سازنده داشته باشین تا بتونین اسم خودتون رو بذارین یه هیپ‌هاپی تمام و عیار. خیلی هستن تو این جریان فعالیت میکنن اما عیار ندارن، میدونی؟ ارزشمند نیست کارشون از نظر محتوا. ما تاریخی داریم، اشاره دارم اصلا به جریان رپ فارسی، ما نسبت به امریکا تاریخ شعرمون خیلی قوی تر و خفن تره. ماها شاعرای خیلی بزرگی داشتیم. پس توی چیزی که قدرتمند هستیم باید ادب و فرهنگ کهنش رو حفظ بکنیم، درست شد؟ پس وقتی که این احتراما به عقاید درست ما باشه، ما میتونیم سیر سعودی داشته باشیم و اتحاد رو با احترام در جامعه شکل بدیم و به تفاوت‌ها احترام بذاریم. حالا اینکه ما اسم هر چیزی رو تفاوت نذاریم هم یک بحث دیگری است. در مورد تفاوت گاهی اوقات مثلا آدم ها میان بد بودنشون رو اینجوری توجیه میکنن که خب ما متفاوتیم. آره همه آدم ها با هم متفاوتن، ولی اون چیزی که از نظر من بده چیزیه که دیگران رو آزار بده، حتی خودت هم آزار بده. اصلا من گناه رو اینجوری تعریف میکنم، چیزی که خودت و دیگران رو آزار بده و بهش آسیب برسونه، اون گناهه. خب پس حد و مرزایی هست، فرهنگایی تو جامعه هست، به مثال جامعه ورزشی در تلاش تو این فرهنگو جا بندازه که شما بدن سالم داشته باشی که ذهن سالم داشته باشی. همه در پی اینن که یه فرهنگ قوی رو توی این جریان بسازن و ما باعث به اون فرهنگ قوی که سازندگی داره یه نگاه روشن داشته باشیم و بگیم ایول این آدم متفاوتیه، شاید بیشتر زندگیشو داره برای ورزش میذاره یا اصلا تمام زندگیش ورزشه، این آدم متفاوتیه و تفاوت این خوبه. حالا اینکه توی هر شخصیتی باز خوب و بدی هست، من اشاره به تفاوت‌ها دارم. پس شما اینجا شخصیت سازی رو داشته باشین، سناریو ذهنتون رو بسازین و طبق اون از قافیه ها کمک بگیرین. حالا چطوری شما میتونین پر از قافیه باشین؟ هر چقدر بیشتر گوش بدی بهتر میخونی و هر چقدر دوباره بهتر بخونی میتونی تأثیر بیشتری بذاری و هر چقدر دوباره بیشتر شعر مطالعه کنی قافیه های بیشتری در ذهن شماست. راهنمایی من به صورت خیلی واضح و جامع مولاناست. مولانا بخونین، اونجا تکنیک ها رو فرا میگیرین. یک در مورد استاد مولانا. البته که شاعرهای بسیار ارزشمندی هستن، بنده سلیقه‌ای صحبت میکنم و این تجربیات بنده هست، امکان داره ناکامل باشه و دوستان عزیزی مثل یک پازر در تکاملش کمک کنن. اصلا هدف این گفتمانه که از توش چیزای خوب یاد میگیریم و خلاصه همین، عقافیهای کمک بگیرین، برین جلو قدرتمند. فلو ذهنتون هم وقتی درست میشه که بیشتر موزیک گوش میدین. هزاران فلو تو مغزتون میپیچه تو ناخودآگاهتون که از توی این پیچشا یک فلوی مختص به خودتون درست میشه. شما باید مطالعه گر باشین. اینطوری نیست یه دگمه بزنی رپر شی، یا مثلا یه رسانه داشته باشی 4 تا حرف بزنی رپر شی، تشخیص زیادی بدی.
نه در مورد رسانه هم به نظرم میتونن خیلی سازنده تر، بالتر، شیکتر، خوشگل، همه با موزیک و کاوراشون که قشنگ مخاطب وارد اون رسانه میشه لذت ببره. یه وقتایی هستش که یکی یه کاری رو میکنه و از توش هیچ لذتی نمیبره و اون لذتی هم که میبری دوباره نباید لذتی باشه که آسیب و تخریب شخصیت و قسمت‌های خصوصی زندگی هر کسی باشه. به نظر من اگه جامعه یهو میاد به یه چیزی که توش فحاشی زیاده یا یه سری رجزخونی‌های غرب زده است واکنش نشون میده، دلیلش اون فرهنگی که در گذشته در کشور ما توسط عزیزان دیگه به شکل دیگه ساخته شده، به فرض سیاوش قمشی، ابی، یه دوره اینا بودن دیگه، متالیکا، اینا مثلا تو خارجی و ایرانی داشتن فرهنگ می ساختن، توپاک فلان، و دوباره خیلی ها از این فرهنگ ها از قسمت های خوبش استفاده کردن، خیلی ها از قسمت های منفیش استفاده کردن و جامعه رو نفسانی به بار آوردن. ما واسه این که به اون خط اتحاد برسیم باید یه معنویت و یه آگاهی روشنی در بین ما در جریان باشه. میدونیم ما قدم به قدم میتونیم حرکت بکنیم. من بارها گفتم، باز هم تاکید میکنم، جامعه‌ای که به تغییر فردی نرسه به تغییر اجتماعی نمیرسه و جامعه‌ای که به تغییر اجتماعی نرسه به تغییر کلی نمیرسه. ما باید روی این خودسازی کار بکنیم. چطور بتونیم تنها باشیم و قوی باشیم؟ چطور بتونیم با خانواده مؤثر باشیم؟ چطور دوستهایی رو انتخاب بکنیم که خروجی ما با اون دوستها میتونه یک عشق رو متولد کنه، یک حرکت و یک جهش رو متولد بکنه؟ من به دنبال اون همکاریام. پس هر کسی باید اول خودش رو بسازه، هدفش رو بسازه، تو گسترش پیدا کنه، فیت بده، یه سری حرکت بکنه. دم این جامعه مجازی و این چیزا اصلا نسوزونین خودتون رو، هی این اخبار رو دنبال کنین، اون اخبار رو دنبال کنین، فقط طبق اخبار بخواین شعر بگین، خودتونم باشین. شاید اصلا خیلی از این اخبارا واسه اینن که تبلیغ بشن تا بخوان آدم ها رو در مورد خودشون مشغول کنن و خیلی هم آگاه نیستن نسبت به محتوای اون اخبار، امکان داره تأثیری بگیرن حالا از روی سنشون یا هر چیزی. باز حواسمون باشه که چه چیزی رو داریم پوشش میدیم، پوشش ما چیه. ببین چه چیزی رو داریم پوشش میدیم، یعنی از چه چیزی حمایت میکنیم، و پوشش ما چیه، یعنی لباس من چیه. ببین دوستان، 100% اونی که شخصیت داره به جسم خودش اهمیت بیشتری هم میده، اونی که شخصیت بالا داره به روح خودش هم اهمیت بیشتری میده، به ظاهر خودش هم اهمیت بیشتری میده. درسته هر کسی در حد توان، ولی ما میتونیم تلاش کنیم که تمیز باشیم، اون فنگشوی رو تو زندگی داشته باشیم، اون نظم رو، چون این نظم اطرافه که نظم ذهنی شما رو میسازه و این نظم ذهنی شماه که عشق شما رو میسازه، اون نظم ذهنی شعر گفتن رو توتون درست میکنه. پس شما باز دارای یک نظم و یک خودشناسی باشین و مطالعه کنین مولانا رو، ایشالا که خدا به مسیر راست شما رو هدایت میکنه. شعرها خودشون انرژیهای یادگیری دارن، پس از چیزهای خوب یاد بگیریم، خوب عمل کنیم. میگه هنرمند واقعی یعنی تحلیلگر باسواد، همونی که خبردار از وضعیت آدم و اجتماع بیرونش، نمیگذره بیهوده زمانش، میذاره وسط در حد توانش، مراقبه بعدم مطالعه، اون مبارزه ولی محافظه، حتی یاد میگیره از مخالفش. یعنی آقا حتی اگه چیز درستی مخالفش بگه، حق حقه، ما اصلا موضوع و حقه و اصلا باید به این احترام بذاریم، احترام به هم دیگه حق به وجود میاره، ما باید بتونیم با هم صحبت کنیم. واسه همین من شما رو به سفیدی
و آرامش دعوت میکنم و امیدوارم که این پادکست واسه تو مؤثر باشه. شاید خیلی از دوستان منتظر این بودن که من مثالهایی بزنم در مورد جریان فلو خیلی دقیق تر یا در مورد جریان شعر خیلی دقیق تر، ولی اون چه که حقیقت بود و به شما گفتم، الکی نپیچوندمش، چون دوست دارم این آگاهی تو جامعه شکل بگیره و الا من میتونستم خیلی بیزینسی تر برخورد کنم. درسته اینجا هم حمایت شما با تأثیر، منظورم رو میفهمید دیگه. واسه همین دوست دارم چه اونی که داره چه اونی که نداره این فایل من یه هدیه بهش باشه. من خیلی دوستتون دارم، امیدوارم بهترین واسه تون پیش بیاد.